ببینید، تا چند روز قبل همه و مخصوصا جوانانی که در ایران مبارزه میکردن، جان بر کف در خیابان هستن، اعتراض میکردن که چرا اپوزیسیون خارج از ایران اختلافاتشون رو کنار نمیگذارن و با همدیگه نمیشنن سر یک میز و سازش بکنن. من حزب سیاسی نیستم، ندارم، فعال سیاسی هم نیستم، من فقط یک فعال حقوق بشرم. اما بر این اعتقادم، برای هر گونه اتحادی که تأثیرگذار در آینده ایران باشه، بایستی از اتحادی بین جوامع مدنی و فعالین مدنی شروع کرد. ما تا به حال راه غلطی می رفتیم، ما ملت ایران، برای اینکه همیشه اپوزیسیون و مخالفین و احزاب مخالف می شستن با هم صحبت می کردن و چون هر کدام دارای انگیزه های سیاسی و جاه طلبی سیاسی خودشون بودن، به توافق نمی رسیدن. تا حدی که شاهد بودیم سر صدای جوانان ایرانی بیرون آمد که بابا چه خبره، چه انقدر دوام میکنید، و حق هم داشتن. علت اینکه این حکومت ستمگر نالایق در قدرت همین اختلافات بود. حالا من فکر میکنم بایستی اتحاد رو و نه ائتلاف، اتحاد و همدلی رو از فعالین مدنی و جوامع مدنی شروع بود. اون اول بشنن ببینن که کدام یک از اصول مورد توافق جامعه مردم قابل دسترسی، اونا رو اولویت بندی بکنن و درجه یک دو سه اجرایی کردن اونها رو به احزاب سیاسی بسپرن. عنوان مثال، همه مردم ایران معتقدن که دموکراسی و حقوق بشر، اما حقوق بشر یک اقیانوسه. در حقیقت کدام بخش از این اقیانوس در درجه اول مورد نیاز فوری مردم و قابل دسترسیه؟ این رو من فکر میکنم که جوامع مدنی و فعالین مدنی که انگیزه های سیاسی و جاه‌طلبی سیاسی ندارن، بهتر میتونن راجع بهش بحث بکنن و اولویت بندی کنن.